مقامات دولت جو بایدن در یک جلسه غیر علنی که چهارشنبه 15 ژوئن 25 خرداد برگزار شد به سناتورها اطمینان دادند با توجه به اینکه چشمانداز دستیابی به توافق اتمی با جمهوری اسلامی از یک مسیر دیپلماتیک کاهش پیدا کرده، آمریکا در صورت لزوم تحریم‌ها علیه رژیم ایران را تشدید خواهد کرد. به گزارش پولیتیکو، این تضمین‌ها در حالی ارائه شد که قانون‌گذاران هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات به دولت بایدن برای ارائه طرح جایگزین که بتواند از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی جلوگیری کند فشار می‌آورند. باب مندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنا، پس از برگزاری جلسه توجیهی با انتقاد از دولت بایدن گفته با این همه قصد و نیت مذاکره‌ای وجود ندارد. پرسش این است که آیا فقط با گفتن اینکه درها برای توافق بالقوه باز است برای دولت ما مطلوب این است که به دنیا بگوید ما تلاش کردیم اما آنها مایل به انجام آن نیستند؟ مقامات دولت بایدن به سناتورها گفته اند تحریم های موجود علیه رژیم ایران حفظ خواهد شد. باب مندز در پاسخ به این پرسش که آیا دولت اقدامات تنبیهی بیشتری را به عنوان برنامه‌ای برای مهار برنامه هسته‌ای ایران در نظر می‌گیرد، گفته که در جریان اقدامات قرار خواهد گرفت. در این جلسه که رابرت ملی مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا حضور داشت، سناتورها و مقامات دولت بایدن درباره مجموعه ای از گام‌های احتمالی بعدی در ارتباط با سیاست ایالات متحده در قبال رژیم ایران از ادامه راه حل دیپلماتیک گرفته تا اعمال تحریم‌های جدید و همکاری با شرکای منطقه‌ای بحث کردند. جو بایدن قرار است ماه آینده به عربستان سعودی و اسرائیل سفر کند تا در مورد مجموعه وسیعی از موضوعات از جمله ایران و قیمت جهانی انرژی گفتگو کند. مقامات وزارت خارجه آمریکا در مورد نتایج این جلسه حاضر به اظهار نظر نشدند، اما قبلا گفته بودند که از تمامی اختیارات قانونی لازم برای اعمال تحریم‌ها علیه فعالیت‌های هسته‌ای و غیر هسته‌ای از جمله حمایت رژیم ایران از تروریسم و فروش غیرقانونی نفت برخوردارند. سناتور کریس مورفی، یکی از حامیان اصلی خارج کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا، گفته آنهایی که فکر می‌کنند گزینه نظامی امکان پذیر است، ساده انگارانه از واقعیت‌های موجود بی‌خبرند. دیپلماسی تنها راه قابل دوام است. این در حالی است که مخالفان دموکراسی خواه جمهوری اسلامی از جمله شاهزاده رضا پهلوی بارها تأکید کرده اند که دوگانه سازی کاذبه یا معامله یا جنگ نادرست است و راه سومی نیز وجود دارد و آن شنیدن صدای اعتراضات مردم ایران و دست برداشتن از حمایت جمهوری اسلامی و پشتیبانی از مردم و معترضان است. از این راه می توان هم مسئله برنامه اتمی را به طور پایدار و در چارچوب پیمانهای بین المللی حل کرد و هم از جنگ جلوگیری نمود. سناتور تد کروز آنچه را در این نشست گذشت نگران کننده خواند.
و تأکید کرد رویکرد دولت بایدن در قبال جمهوری اسلامی یک فاجعه محض است. کریس کونز، سناتور دموکرات، پس از این جلسه گفت: جمهوری اسلامی پیشنهاد منطقی برای بازگشت به برجام را نپذیرفت. درخواست‌ها و اقدامات آنها به اطلاع عموم رسیده که بسیار نگران کننده است. نسبت به مسیر آینده خوشبین نیستم. مارکو روبیو، سناتور جمهوری‌خواه گفته است که در صورت شکست مذاکرات هیچ طرح جایگزینی وجود ندارد. مطمئناً دولت بایدن برنامه‌ای به ما ارائه نداده است. مارکو روبیو تصریح کرد: دولت ایران علاقه ای نداشت پیشنهاد بسیار سخاوتمندانه دولت آمریکا را بپذیرد. صدور قطعنامه در شورای حکام یک هفته پیش از این فشارهای بین المللی بر جمهوری اسلامی را افزایش داده است، به ویژه آنکه بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی ایران تنها چند هفته برای دستیابی به اورانیوم مورد نیاز برای بمب اتم فاصله دارد.